درود میفرستم خدمت ملت شریف ایران. دقایق قبل مصاحبه ای داشتم در مورد علت بازداشت مریم کریم بیگی، خواهر جان باخته 88 مصطفی کریم بیگی، به قدری دچار خشم و اندوه بودم که نتونستم حق مطلب را آنچنان که باید ادا کنم. الان خواستم سخنی با نیروهای امنیتی داشته باشم. خواستم بگم مثل همیشه اشتباه کردید، گناه و اشتباهتون رو با گناه و اشتباه بزرگتری پوشوندید. در طول 13 سال گذشته جواب دادخواهی این خانواده رو ندادید، سکوت کردید، اما همیشه آزارشون دادید. مادرشون شهناز اکملی رو بارها بازداشت کردید، زندانی کردید، به انفرادی بردید، پدرشون رو آزار دادید. خود مریم رو در طول ماهای گذشته چقدر بازجویی کردید، به خونشون حمله کردید، وسایلش رو بردید. شما حتی اجازه کار رو ازش گرفتید، نزدیک بود اجازه درس خوندن رو هم ازش بگیرید. چرا؟ به چه گناهی؟ زندگی این دختر مریم و مریم های دیگر رو شما سیاه کردید. شما محکومشون کردید به این که تا ابد جای خالی برادرش رو ببینه، غمهای مادرش، چشمهای گریون مادرش، کمر خم شده پدرش، اندوه پدرش رو ببینه. زندگیشون رو جهنم کردید. دیگه از جونشون چی میخواید؟ اما من میدونم شما خشمگینید، شما خشمگینید، زیرا میبینید که زخمهایی رو که شما میزنید شهناز اکملی درمان کرده. شما میبینید میلیون ها نفر اسم شهناز اکملی رو که میبری بلا فاصله میپرسن مامان شهناز. شما میبینید هزاران خانواده دیگر هم خانواده کریم بیگی شدن. شما از محبوبیت شهناز اکملی ناراحتید. خدا میدونه این زن چه رنج ها کشید، فرسنگ ها راه رفت تا به خواهری خانواده ای هم دردی بکنه، کنارشون باشه، چه لحظاتی رو همراه با همه داغداران، همه مظلومین، هر کس که ستمی دیده بود سپری کرد، همراه باشون عشق ریخت، غم خورد، غمخوارشون بود، کنارشون بود. شما از این محبوبیت خشمگین و ناراحت هستید. خودتون هم میدونید جنبش دادخواهی جنبش اصیلی هست، به هیچ حزب و گروهی سیاسی وابسته نیست. تمام دادخواهان شفاف و صادقانه داخل ایران ایستادن و دادخواهی میکنن. جوابشون رو نمیدید اما آزارشون میدید. در طول ماهای گذشته خانواده کتابدار، بختیاری، انصاری، فر و خیلی های دیگر رو اذیت کردید، آزار دادید، بازداشت کردید.